یک چیز باشه، حتی خوب باید ببینیم منظور اینه که پایش چیه. ما اومدیم دوست داشتن رو گذاشتیم پایه عقلانی، عشق و محبت و حب و اینا رو گذاشتیم عشقانی قرارداد کردیم. خب مثلا من میگم که این شیرینی رو دوست دارم، من عاشق شیرینیم، آیا واقعا من عاشق شیرینیم؟ این عشق عقلانیه یا عشقانیه؟ عقلانیه. عقل میگه که این اینو دیگه خیلی بیش از حد مرزا نرداشته باشه بخورش. بله، حالا برای ممکنه که در این صورت هم بده پیشنهاد دیگه بده، ممکنه هم نده. ولی در واقع اگر میگیم که من عاشق شیرینی هستم، خب من عاشق نمیدونم فلان میوه هستم، اینا پیشنهاد عقله. اصطلاحا میگیم که من شیرینی دوست دارم، ولی به غلط و به افراد واجه عشق هم به کار برده میشه. میگیم که من عاشق شیرینی هم، اصلا همچنین امکان پذیر نیست، چیز نیست، قابلیت چیز نداره. خب حالا تا بخوام منظور رو به اصطلاح بدونیم که خب چه از این در کجا چه استفاده میخوایم بکنیم. خب ما در عرفان از این مسئله استفاده و بهره به اصطلاح زیادی داریم. یکیش بیه یک پله است، یکیش دیگرش بیه یک پله دیگر. و چون میخوایم علت شکست هامون رو بررسی بکنیم، یکی از علت های شکست ها توی بحث های بعدی اشاره کردیم، منطقه جواب دیگه هم داره. اون عالمی که میگه پایین، اینجا عالم کسرته، عالم تضادی رو جدا میرسیم. یکی از تو آسیب شناسی و موزنی که امروز دست به گریبانش هستیم، بحث تضاد شدید خانوادگیه. در تمام دنیا هست، منتها که کشورهای غربی و چی و این حرفا اومدن و اصلا ازدواج رو منسوخش کردن و تا چند سال دیگه منسوخ میشه. خب اصلا خیال خودشون راحت کرد. اما ما در شهر نه مرگیم نه شطور مرگیم نه اونوری از نه اونوری هستیم معتقد به خانواده و چارچوب خانواده هستیم. از این طرف از طرف دیگه هم اون ماجرایی رو که باش وارد زندگی میشیم عشق عقلانی است. خب عشق عقلانی است، یعنی انگیزه ما برای ازدواج بر اساس تعالیم و دروس و ماجراهایی نبوده و ما همینجوری وارد یک زندگی میشیم غافل از اینکه این عشق، این علاقه حالا اگه باشه، بعضیا که صرفا از همون ابتدا یه دو تا چهار تاییست و اصلا ولی اگر هم این ماجرا باشه عمدتا ممکنه عشق عقلانی باشه. بعد عقل ماجرای مخصوص خودش رو داره، از جمله میخواد چنگ بندازه، ایجاد اسارت بکنه و عقل میخواد مطمئن باشه که همه چیز در کنترلشه. برای عشق اینطوری نیست، عشق چیزی رو در کنترلش نمیخواد. اما عقل، ماهیت عقل اینه که باید مطمئن باشه همه چیز تو کنترلشه، لذا از عشق خودش برده میسازه. خب عشق عقلانی دیگه، این میخواد اونو کنترل کنه برده بسازه، اون میخواد اینو کنترل کنه و برده بسازه. اصلی حاکمه که هر انسانی اگر احساس کنه در کنترله، اگر احساس کنه برده است، یه روزی میخواد خودشو از برده داری از این برده داری نجات بده. این قانونه. خب یعنی شما اگه هر کسی اسیر باشه توی زندان، اسیر همیشه به یه چی فکر میکنه، به چی؟ راه فرار فکر میکنه. لذا در یک زندگی به محض اینکه فکر اسارت غالب شد، خب حس شد که اسارت وجود داره، فکر راه‌های فرار اونجا حاکم میشه و این شده که ما الان باش مواجه هستیم. سال گذشته بود آمار این بوده که آمار
طلاق و ازدواج تقریبا با هم مساوی بودن، با یه درصد اختلاف. خب حالا امسال ببینیم که دسته بوده. امسال هم سه ماهی اول 533 نفر طلاق گرفتن، 277 نفر ازدواج کردن. حالا من تو این قضیه بگم، بنابراین تو بحث آسیب شناسی اجتماعی و موزلی که واقعا به طور جدی ما رو تهدید میکنه و در ایران الان یه جوری این آمارها وحشتناکه، دلایل مختلف داره، ریشه اقتصادی داره، ریشه چی داره و بالاخره، اما یه عامل اصلی و کلیش بینش غلط ورود به زندگی است. بینش غلطی است که برای وارد شدن به این زندگی وجود داره و به زودی خیلی سریع تاریخ انقضا به سر میاد. حالا این تاریخ انقضای کوتاه و گفتی ماه عسل، هفته عسل، روز عسل، اینا در واقع در پیش اجتناب ناپذیره و در واقع اگر برای مسائل معرفتی، مسائل بینشی اقدامی نشه، اینا همه گریبانگیره. در بحث هر کس ببینید، در موضوع یکی از آیات کتاب مقدس که اشاره داشتیم تو بحث بینش ها، میگه که بیماری شما نتیجه گناهان شماست و مزد گناه مرگ. بعد توضیح دادم در کلاس بحث بینش ها، من به شدت از این آیه اولین باری که شنیدم به شدت چیز شدم، به طغیان واداشتم. یعنی چه؟ اتفاقا گناهکارا سالمترن بعد ظالم سالم. اما بعدا تو آگاهی اومد که نه، این گناهی که میگیم اون گناهی نیست که شما میگید، گناهی هست بسیار بالاتر و عظیمتر از این گناهی که شما به تطمانه حالا دوزی و فلا اینا میشناسید. گناه گناهی است که قوانین حاکم بر هستی شناخته نشه، نقض بشه، نادیده گرفته بشه. قوانین هم که کلک ما رو میکنن، قوانین هم که ما رو بیمار میکنن. خب قانونه، یعنی همون شما دیدین که بیماری روانتنی قانونی یا قانون نیست. خب سایر مسائل و مشکلات همه قانونمنده و خدا کسی رو بیمار نکرده، قرار نذاشته که مثلا ما رو بندازه اینجا، یکی رو بدبخت کنه، یکی رو جان چیکار کنه، یکی رو سرش رو بشکنه، یکی رو میدونم و ماشین یکی از دره پرتش کنه پایین. خب و چیزایی که میشنویم که میگن خدای عاقل چه کرده بود که از این طبقه پنجم انداختش پایین. خب از این طبقه خدا اومده رو گرفت پرتش کرده کنه. در واقع یکی از مواردی که بشر بهش پی میبره این موضوع که احترام به قوانین هستی، درک قوانین هستی، رعایت قوانین هستی. خود اسرائیل مگه قانون تولد مرگ نیست؟ مگه خودش قانون نیست؟ خب و دیدیم که میتونیم عقب دلوش کنیم، میتونیم به هر حال یه تولرانسی داشته باشیم، درست شد یا نه؟ همه زیر در این عالمگرد تابع قانون هم. آیا مرگ شامل پیامبر صلی الله علیه و آله نشد؟ آیا شمشیر ابن ملجم پایین آمد، فرد مبارکه امیرالمومنین علیه السلام شکافته نشد؟ به قطع فرمایش؟ خب چرا امیرالمومنین علیه السلام خونه نشین شد؟ کسی با اون عظمت چطوری به راحتی تونستن با دوتا فتنه خوش؟ خب یه باید فتنه های شیر خدا رو کسی که بیشترین مطالب در تاریخ اسلام در موردش، در مورد عظمتش، از معرفتش، زور بازوش و اینا خونه نشینش کردن. خب چطوری شده؟
بنابراین قانون قانونه، ضربه شمشیر ضربه شمشیره، جاذبه جاذبه است، شکست شکسته. پیامبرم میره در قبه شکست میخوره و پیروز میشه و بقیه ماجراها. مگه پاکستر و زغاله و نمیدونم چی روی سر مبارکشون مگه نمیریختن؟ خب پس این در واقع مگه عیسی، مگر این همه حالا چی میگن 124,000 پیامبر و این همه اولیا و مقدسین طول تاریخ، مگر که این همه بلا به سرشون نیومده؟ سال را جواب میدن که در جنگ بدر، خب میدونی که در جنگ بدر در قرآن مرسی خداوند اگر شما 313 نفر به نظر میشنم و 300 نفر